دوستان گرامی سلام میکنم خدمت شما عزیزان امیدوارم که سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح خداوند بپذیرید در خدمتون هستم تا یک درس دیگری رو از کتب شعر و حکمت خدمتون بگم ما خیلی روی مزامیر در این وقت میگذاریم چون در مزامیر ما بارها و بارها و بارها خدا رو پیدا میکنیم ارز کردم که کل این مزامی 150 مزمون از اینکه 2500 تا آیه هستش و 1200 خورده مرتبه نام خدا تکرار شده پس به خاطر این مرکزیت نام خدا در مزامیر و این تصویری که مزامیر از خدا برای ما ترسیم میکنه تصویر خیلی دقیق و عالی هستش و برای همین ما روی مزامیر زیاد وقت میذاریم ما جلسه پیش راجب قدوسیت خدا به مسابه مرکزی ترین جنبه طبیعتش تفکر میکردیم و گفتیم که نام او مقدسه و نام این رو میدونم که شمایی که مدتی با ما هستید و مدتی در ایمان مسیحی دارید قدم بر میدارید میدونید که نام معرف ذاته و نام خیلی مهمه و ما بارها و بارها این رو در کلام خدا در مزامیر میبینیم مثلا مزمور 33 آیه 20 به بعد میگه جان ما منتظر خداوند میباشد او اعانت و سپر ماست زیرا که دل ما در وی شادی می کند و بعد ببینید میگه چی و در نام قدوس او توکل می داریم پس اینجا نام خدا رو به عنوان نام قدوس معرفی میکنه مزمور 99 همین صحبت رو در آیه 3 میگه میگه که اسم عظیم و مهیب تو را هم بگویند که او قدوس است نام خداوند قدوسه و باز همین امر رو ما در مزبور 103 مشاهده میکنیم میگه که ای جان من آیه یک خداوند رو متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند ما وقتی که نام خدا رو به یاد میاریم لازمه که قدوسیت او رو به یاد بیاریم و زمانی که قدوسیت او رو به یاد میاریم در واقع به یاد میاریم تمام جنبه های دیگر شخصیت او رو جنبه های ذات و طبیعت و شخصیت او محبتش رحمتش وفاداریش قدرتش همه جا بودنش همه کاری قادر بودن به هر کاری و همه دان بودنش از همه چیز با اطلاع است و غیره مزمور 138 ارز شود آیه دو میگه تو را به تا از آیه یک میخونم تو را به تمامی دل خود همت خواهم گفت به حضور خدایان تو را همت خواهم گفت به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت به سبب رحمت و راستی تو زیرا کلام خود را بر تمام اسم خیش تمجید نموده ای اسم خداوند تمام جنبه های کلام خداوند را در خود داره سخن این است خدای مزامیر اون تصویری که مزامیر برای ما از خدا معرفی میکنن خدایی که نه تنها مقدسه راجبش تفکر کردیم نه تنها وفاداره نه تنها رحمت داره خسد داره بلکه خدای خالق است خدایی است که همه چیز رو خلق کرده مزمور 115 از شود آیه 15 میگه که شما مبارک خداوند هستید که آسمان و زمین را آفرید آسمان ها آسمان های خداوند است خداوند آسمان و زمین را آفریده و مزمور به ما این رو میگه و تایید میکنه مزمور 124 عرض شود که ما اینجا میگه که آیه 8 میگه که اعانت ما به نام یهوه است که آسمان و زمین را آفرید باز دوباره اینجا خدا رو به عنوان آفریدگار معرفی میکنه و تصویر که از خدا رس میشه خدایی است که آفریدنده هستش مزمور 134 کجا هستش 134 اینجا هستش میگه که هان بذار کل این کوتاهتری مزموره پس ما میتونیم اینو سریع بخونیمش میگه که خان خداوند را متبارک خانید ای جمعی بندگان خداوند که شابانگاه در خانه خداوند میرسید دست خود را به قدس برافرازید و خداوند را متبارک خانید چرا خدا را متبارک بخوانیم خداوند که آسمان و زمین را آفرید تو را از صهیون برکت خواهد داد اون خدایی که تمام آسمان و زمین را آفریده در سهیون در اورشلیم در اون معبد یافت می شود و از اونجا هستش که برکت خداوند جاری می شود و این رو ما خیلی لازمی که حواسمون بهش باشه خدا مزمور میگه که به کلام خودش همه چیز را آفرید و این رو ما عرشبه در مزمور سی و سوم آیه 6 مشاهده می کنیم. مزمور 33 و, و آیه 6 میگوید به جهان از رحمت خداوند پر است آیه 5 به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او این نفخه اینه به ای نفخه دهان او به کلام خداوند تمام این جهان به وجود اومد و این باز یک ویژگی خدای کتاب مقدس هست و خدایان اقوام اطراف خدایان اقوام اطراف ما در اون هایی که هستش و در اون اسطوره هایی که ما داریم از بین النهرین یا از مصر میبینیم که خلقت همیشه یک امر خیلی جالبی بوده این خدا به اون یکی خدا دعواش میشه یا این خدا به کله اون یکی خدا رو میخواد ببره خون فوران میزنه و ستاره ها میشه یا این یکی اونجوری میشه و میاد از این استفاده میکنه که به قول معروف باران بیاد حتی در متولوژی قدیم ایرانی زمانی که هوخشتره گردنبندش رو پاره میکنه تگرگ از آسمان میریزه ولی تنها خدای کتاب مقدسی که به به نفخه دهانش به کلامش این رو میبینیم عالم ها ساخته میشه و لازم نیست از چیز دیگری استفاده بکنه و این خلقت از هیچ همه چیز رو از هیچ ساختن اکس نهیلو این خیلی مهمه در متمایز میکنه خدای کتاب مقدس رو از خدایان دیگر خدایان دیگر همیشه یک چیزی رو میگرفتن و تبدیل میکردن یه داستانی از میگن دانشمندان رفتن و خدا رو به چالش کشیدن که ما هم میتونیم از خاک آدم بسازیم و یک آزمایشگاهی رو گذاشتند و یک وسایل رو جمع آوری کردن و میلیون ها دلار و یک تیم خیلی بزرگی از دانشمندها از ژاپن و چین و سوئد و آمریکا و کانادا و انگلیس جمع شدند و یه کامیون خاک ریختن اونجا و که آدم بسازن گفتن ما هم میتونیم از گل آدم بسازیم خدا گفت خاک خودتون استفاده کنید لطفاً از خاک من استفاده نکنید اول برید خاک رو بسازید با قول ما شیرازی ها بعدم برید آدم رو بسازید اگه خیلی برادینی کارا رو بکنید خداوند تنها خداییه که در کتاب مقدس به ما معرفی میشه که از هیچ همه چیز رو ساخته و این رو ما در کتاب مقدس میبینیم و در مزمور 148 از شود. Uh, 148 آیه uh, فکر می کنم پنج باشه uh, بله پنجه میگه که uh, ای همه ستاره ای آفتاب از آیه سه میخونم ای آفتاب و ماه او را تصویر بخوانید ای همه ستارگان uh, نور او را تسبیح بخوانید ای فلک و لفلاک او را تسبیح بخوانید ای آب هایی که فوق آسمان هایید نام خداوند را تسبیح بخوانند زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند خداوند فقط گفت و شد و مزمور صد آیه سه به ما میگه که اینها عمل دست های اوست این جهان و آنچه که در او است میگه که آه آه مزمور صد آیه سه میگه ای تمام ای روز همش میخونم مزمور کوتاهی است ای تمام زمین خداوند را آواز شادمانی دهید خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید بدانید که یهوه خدای ماست او ما را آفرید ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او به دروازه های او با هم بیایید و به سحن او با تصویح او را هم گویید و نام او را متبرک کنید زیرا که خداوند نیکوس و رحمت او ابدی امانت او تا عبد و و باز همین معنا رو ما در مزمور 138 مشاهده می و آیه 8 میگه که دست خود را بر دشمنانم ب ب بر خشم دشمنانم دراز میکنیم و دست راستت مرا نجات خواهد داد خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید ای خداوند رحمت تو تا ابدالآباد است کارهای دست خیش را ترک من ما حالا من میخوام یک صحبتی رو خدمتتون بکنم و ما در کتاب مقدس این رو بارها بارها مشاهده میکنیم و اون مسئله تشابه یا شبیه سازی خدا به انسان است بهش به انگلیسی میگن انتروپومورفیزم انتروپاس یعنی به یونانی یعنی انسان که ما کلمه انتروپولوژی را از اون داریم انسان شناسی بعد مورف یعنی تغییر متامورفیزم تب، تبدیل یک چیزی به چیزی دیگری وقت قورباغه میبینیم که آه، اول اون مثل کرم مثل ماهیه بعدا میشه پا در میاره و میشه قورباغه پس میگم متامورفیز میکنه مورف تب، تبدیل انتروپوس یعنی انسان پس ما میگم خدا رو به انسان تبدیل میکنیم برای درک خودمون پس ما کلماتی رو استفاده می‌کنیم که مال انسانه دست خداوند چشم خداوند زبان خداوند دهان خداوند نه اینکه خدا دهانی داشته باشه مثل دهان من تو یا دستی داشته باشه مثل من تو پنجتا انگشت و غیره نه این ما تشبیه می‌کنیم، پس این رو خیلی مراقب باشید پدرم تعریف میکرد میگفتش که یه کارگر داشتم عرب اون تو صف وایسه یکی گفتش که من سیف الله یکی گفت من ید الله یکی گفت من عین الله اسممه اونم گفت انی حدوم الله یعنی من پیرن خداوند هستم گفتم که مردی حرف چه میزنی گفت خدا چش داره دست داره پا داره پیرن نداشته باشه و مسخره میکرد این تفکری که میان غیر عربا هستش ایرانی که مثلا عین الله و ید الله و سیف الله و اینا میذاشتن ام، ام، ولی این انتروپومورفیزم توی کلام هستش و حالا ما یه استراتی میگیریم برمیگردیم و راجبش بیشتر صحبت میکنیم گفتم که ما در کتاب مقدس از این انتروپومورفیزم استفاده میکنیم از این تشبیه کردن خدا به انسان و این رو ما باید همیشه حواس اون باشه که این فقط به خاطر که چون خدا مقدس و خدا فرق میکنه و خدا کاملا با آنچه که ما هستیم متفاوته برای ما درک خداوند محاله سخته پس ما مجبور میشیم که کلماتی رو استفاده کنیم که خودمون میفهمیم و هیچ اشکالی هم نداره خدا هم میاد همیشه با ما با یک زبانی صحبت میکنه که برای ما قابل فهمه حالا ما وقتی که درباره چشم خدا دهان خدا دست خدا گوش خدا صحبت میکنیم باید یادمون باشه که اقوام بتپرست هم میان و مجسمایی درست میکنن که چش داره گوش داره دهن داره دست داره و در کلام هم ما میخونیم که میگه که بود پرستا میان و بود درست میکنن که چش داره و اینها ولی فرقی که میان خدا و بود هستش تفاوت اصلی بود ها با خدا اینه که یک خدا همه چیز را آفرید حالان که بود ها محصول خلقت و کار دست انسان ها هستن و دوم اینکه بوت ها دیده می شوند ولی سخن نمی گویند چش دارن ولی نمی بینن دست دارن ولی حرکت کارش نمی کن دستشون پا دارن ولی راه نمی رن. گوش دارن ولی چیزی نمی شوند. من قلب دارن ولی احساسی ندارن دهان دارن سخن نمی گن غیره پس بوتها رو میشه دید ولی بوت صامته خدا رو نمیشه دید ولی خدا سخن میگوید و این تفاوت اصلی میان خدای کتاب مقدس و بوت ها هستن که خدا دستش و چشمش و گوشش و دهانش کار میکنه به دست راستش نجات میده به دهانش عالم ها رو مرتب میکنه گوش و اوت صدای دعاهای ما رو میشنوه قلبش برای ما میتپه و محبت داره دهانش سخن میگه چشمش میبینه و غیره حالا که بت ها از این کارها عاجزند خدا همه چیز رو آفرید بت رو ما درست میکنیم و اه حالا من راجع به بت یک کوچولو یک گریز بزنم یک اه اه تئولوگ معروفی است که 400 خورده سال پیش ایشون زندگی میکرد به نام جان کالوین یا فرانسوی بودش جان کالوین با تلفظ درستشه و این آقای کالوین تو 23 سالگی کتابی نوشت که Institute of Christian Religion کتابی نوشته و این کتاب تا الان 400-500 سال بعد از مرگش موقعی که من دانشجوی فوق لیسانس الهیات بودم کتاب ایشون ما میخوندیم <applause> و اگر که یک نفر در 22 سالگی یک چنان نبوغی داره که کتاب می که 400 سال بعد از مرگش در دانشگاه تراز اول جهان اون کتاب رو به عنوان کتاب درسی برای مقطع فوق لیسانس استفاده میکنن خب خوبه ما یکم به حرفش گوش بدیم استاد ما میگفتش که شما این همتون بالای 23 سال هستین هنوز همچی کتابی ننوشتین من مطمئنم هیچ تون نابغه نیستین <applause> و آه با رو دست همون ریخت و آه ایشون آه یه حرفی میزنه حرف قصار زیاد داره ولی یه حرفش اینه که مغز ما کارخونه سازیه من و شما در فکرمون مرتب داریم بود میسازیم حالا این بوت میتونه کارتون باشه میتونه خانوادهتون باشه میتونه فرزندتون باشه میتونه آبروتون باشه میتونه ارق ناسیونالیستیتون باشه میتونه پول باشه میتونه هر چیزی باشه ما مرتب داریم بوت میسازیم و بوت اون چیزی هستش که ما میسازیم و از اون کمک میگیریم که به ما قدرت بده به ما اهمیت بده به ما شخصیت بده به ما امنیت بده گفتم و حالا این ممکنه این اهمیت و امنیت و شخصیتتون در همسرتون پیدا بکنید در بچهتون پیدا بکنید در کارتون پیدا بکنید یا در چیز دیگری ولی ما باید مرتب این بوتها شناسایی بکنیم و اینها رو خراب بکنیم بشکنیم از بین ببریم چون امنیت و اهمیت و شخصیت و همه چیز رو ما در خداوند باید پیدا بکنیم با که خالق آسمان و زمین است حالا کلام به ما میگه که به خاطر اینها چون او خالقه پس از همه خدایان امت ها بالاتر و برتره پس ما در مزمور 113 آیه 4 به بعد این رو مشاهده میکنیم میگه خداوند بر جمیع امت ها متعال است و جلال وی فوق آسمان ها کیس مانند یهوه خدای ما که بر الله علیین نشسته است و این خدا خدایی است که متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمان و بر زمین که مسکین را از خاک بر می دارد و فقیر را از مزبله بر می تا او را با بزرگان بنشاند خدایی است که با اینکه بزرگه با اینکه در الله ولی خودش رو میاره پایین به صدای من و شما گوش میده ببینید یکی از فرقهای خدای بزرگ ما و شیطان در اینه که شیطان همیشه میاد و میخواد خودش رو بزرگ بکنه و حاضر نیست فروتن بشه ولی خدای ما خدایی است که خودش رو متواضع میکنه و در تنگی ها فورا یافت می شود یه کتاب کوچکی داره این سی اس لویس و به صورت یه سری نامنگاری بین یک شیطان درجه بالا و یک شیطان درجه پایین هستش اون شیطان درجه بالا اسمش سکرو تیپ هست یعنی کرم کرم کدو و به به یک شیطان دیگه داره می و این کتاب اسمش از سکروتیپ لترز حالا نامه های این کرم و یکی از نصیحت هایی که این شیطان به اون شیطان دیگه میکنه میگه که این فرد مسیحی رو که تو چیز کنی وسوسه میکنی که دست از پیروی خدا برداره سعی کن همیشه در جاهای بلند ببریش در مجالس شادمانی و جشن و سرور ببریش چون که اون جاها یاد از خدا نمیکنه نظر بره تو اعماق نظر بره توی منجلاب نظر بره تو زبال دانی چون اونجا شیطان ارباب ما اون چیز داره میگه مثلا شیطان رو به عنوان ارباب و پدر خودش معرفی میکنه میگه ارباب ما از اونجاها بدش میاد ولی اه مسیح اه تو اونجاها میره انقدر متواضع که میره اه تا اه زانو تو لجنزاری که من درش غرق هستم وارد میشه منو با فروتنی خودش در حد خود من میاره تا من رو نجات بده تا شما رو نجات بده فرق خدای مسیحیت و خدایان دیگر اینه که او متواضع میشه وقتی ما به مسیح نگاه میکنیم که انقدر متواضع شد برای همینه که ادیان دیگه قدرت درک این رو ندارند و برای همین نمیتونن درک بکنن این تواضع رو این فروتنی رو پس میان قصه میگن که نه این مسیر خدا نبوده این مسیر یکی دیگه رو جاش مصلوب کردن مگه میشه مسیح خداوند انقدر سختی بکشه ولی ما میبینیم که او تنهاست که متعاله و مزمور 148 به ما این رو میگه که او تنها متعاله به خاطر این فروتنیش خدا او رو بلند کرد اینو ما در فیلیپیان فصل دو میخونیم به خاطر این فروتنیش که اومد خودش رو خالی کرد خدا او رو بلند کرد و نامی به داد که بالای همه نام های دیگر است. میگه که زیرا نام او تنها متعال است و جلال او فوق زمین آسمان 148 آیه 13 ببینید سخن این است که خدای کتاب مقدس خدایی است کاملا منحصر به فرد نمیتونیم بگیم که این شبیه آن یکی است یا همه ادیان یکی و یه چیزی میگن این حرف اصلا در کتاب مقدس جایی نداره و این سخنی است که خیلی ها میگن و من بارها و بارها به قدر موهای سرم شنیدم که میگن که همه ادیان مثل هم من ولی واقعا اینطور نیست خدای کتاب مقدس کاملا منحصر به فرده و خدایی است که گفتم به خاطر اون فروتنی خودش در روز تنگی میگه تو را خواهم خواند زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود تو خدایی هستی که در تنگی های فورا یافت میشوی مزمور 86 آیه 7 این رو به ما میگه مزمور 96 آیه 4 به ما یادآوری میکنه که خداوند عظیم است و بینهایت حمید و او محیب است بر جمیع خدایان چرا زیرا جمیع خدایان امتها بتهایند اینها فکر میکنن دارن خدا رو میپرستن ولی دارن بت رو میپرستن خدای واقعی رو نمیپرستن و لیکن یهوه آسمان ها را آفرید مجد و جلال به حضور وی است و قوت جمال در قدس وی و باز من یه آیه دیگه خدمتون تقدیم میکنم 135 و آیه 5 میگوید زیرا میدانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است از جمیع خدایان پس تصویری که مزمور داره از خدا رسم میکنه خدایی است که پادشاه است خدایی است که از بقیه خدایان به مراتب بالاتر منحصر به فرد خدایی است که خالق خدایی است که رحمت داره خدایی که محبت داره خدایی که مقدس و از اونجا که آفریننده همه چیز است و از اونجا که همه چیز به خواست خدا و به کلام او ارتباط داره و به خاطر خواست خدا و به خاطر کلام خداست که من و شما زندگی داریم و لذا وظیفه منطقی ما این است که او را پرستش کنیم و اون بوتهایی که در ذهنمون هست رو بذاریم کنار و حالا همسرمون فرزندمون شغلمون تیترمون پولمون ماشینمون اینا هرچی که برای ما خدا میخواد بشه اونها رو بگذاریم کنار و خدای حقیقی و خدای قادر مطلق رو پرستش بکنیم پس برای همینه که فصل 103 مزمور 103 آیه 20 و... از آیه 20 میخونم میگه خداوند رو متبارک خانید ای فرشتگان او که در قوت زورا و کلام او را به جا میآورید و آواز کلام او رو گوش میگیرید ای جمعی لشکرهای او خداوند را متبارک خانید ای خادمان او که اراده او را به جا می آورید همه کارهای خداوند او را متبارک خانید در مکان در همه مکانهای سلطنت او ای جان من خداوند را متبارک بخوان و من با این کلمات میخوام درس امروز رو پایان برسونم خداوند را متبارک بخوانید جان من خداوند رو متبارک بخوان و دعا میکنم که فیض مسیح همواره با شما باشه و دعا میکنم که آنچه که گفتم راجع به این کلمات شما تفکر کنید. فیض مسیح با شما باشه.